تهران بار دیگر تاکید کرده که اقدام‌های هسته‌ای اخیرش ناقض برجام نیست. ما موازنمون تغییر نکرده، رفع مؤثر تمامی تحریم‌هایی که ایالات متحده بر ضد ملت ایران اعمال کرده و همچنین پایبندی کامل طرف‌های دیگه برجامی به صورت قابل راستی‌آزمایی به عنوان اصول مقوم هر گونه توافقی هست در وین، برای اینکه ایالات متحده به تعهدات خودش و بقیه هم همینطور باز بگردن. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز با انتقاد از بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه اقدامات این کشور، این سه عضو اروپایی برجام را مسئول ادامه تحریم‌های آمریکا علیه تهران دانست. در جریان برگزاری نشست‌های احیای برجام در وین که پس از دور ششم با وقفه طولانی روبروست، ایران دست به اقدامات بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام زد. افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 60% و تولید اورانیوم فلزی با غنای 20%. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند گزارش اخیرش از این اقدام‌های ایران ابراز نگرانی کرده و آن را مشابه غنی‌سازی کشورهای تولیدکننده سلاح هسته‌ای خوانده. اعضای اروپایی برجام هم در واکنش در یک بیانیه مشترک تولید اورانیوم فلزی توسط ایران را بدون هیچ گونه توجیه غیر نظامی دانستند. در حالی که ایالات متحده و اعضای باقی مانده در برجام منتظر اعلام تاریخ دور بعدی نشست‌های وین از سوی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه ایران هستند، اسرائیل در تلاش است که جلوی احیای برجام را بگیرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید در دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شود، به او خواهد گفت که با پیوستن به توافق هسته‌ای با ایران به این کشور تناب نجات ندهد. من به رئیس جمهور بایدن خواهم گفت که زمان آن فرا رسیده که جلوی ایرانی‌ها را بگیریم، این کار را متوقف کنیم و نه اینکه با ورود دوباره به توافق هسته‌ای که دیگر زمان آن منقضی شده به آنها تناب نجات دهیم. اما تنها به این راضی نیستیم، بلکه طرح سازماندهی شده ای را ارائه می دهیم که در دو ماه گذشته برای متوقف کردن ایرانی ها در ابعاد هسته ای و مقابله با زیاده طلبی منطقی این کشور آماده کرده ایم. در ماه های اخیر تنش های ایران و اسرائیل در آب های منطقه شدت گرفته. حوادث مربوط به حمله به یک نفتکش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی و توقیف یک کشتی حمل آسفالت و غیر توسط ایران در آبهای عمان واکنش‌های بسیاری را از سوی آمریکا و اروپا به دنبال داشته که تهران را متهم به برهم زدن امنیت دریانوردی در این منطقه کردند. این در حالی است که ایران در هفتمین نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی نظامی فنی روسیه شرکت دارد. با پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت پارسال لغو شد، دیگر مانعی بر سر خرید تسلیحات توسط تهران وجود ندارد. در جریان نشست‌های اخیر بر سر احیای برجام در وین، شماری از شرکت کنندگان و همچنین برخی از همسایگان عرب ایران از جمله عربستان سعودی خواستار گنجاندن مفادی برای مهار توسعه تسلیحاتی و موشکی ایران شده بودند. نگرانی از رقابت تسلیحاتی و تولید سلاح هسته‌ای در خاورمیانه چند ماه دیگر در دومین کنفرانس ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی قرار است پیگیری شود. موضوعی که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در توییتی آن را به دولت جو بایدن یادآوری کرده. حدود سه ماه دیگر دومین جلسه از کنفرانس منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه در نیویورک برگزار می‌شود. یکی از سوالات کلیدی این است که آیا ایالات متحده در مانند سایر قدرت‌های هسته‌ای به عنوان ناظر در آن حضور خواهد داشت؟ دولت قبلی آمریکا از شرکت در آن خودداری کرد. دولت تازه چطور؟ حالا که جامعه جهانی در حال پیگیری تحولات پیرامون تنش‌ها بر سر احیای برجام است، مقام‌های برخی از کشورها به طور تلویحی از دولت ابراهیم رئیسی خواستند که هرچه زودتر به مذاکرات بازگردد. از جمله اتریش که کشورش میزبان این نشست هاست و ژاپن که دوستی دیرینه با ایران دارد. آشورا به ما آموخت که دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی و امنیت ملی حداکثری کشور خواهد بود. با این حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت خارجه، روز یکشنبه گفت که این وزارتخانه در دولت 13 به میدان و دیپلماسی یک اندازه بها خواهد داد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.